سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز براتون یه ویدیوی جدید داریم به اسم 14 دقیقه با سوهل یا امین یا هر کدوم امین یه سری مسائل میگه ببین آقا امین خیلی سخت داره زحمت میکشه کانال یک رو زنده کنه خب دمشم هم گم یعنی واقعا من دارم میبینم که سر, سر میکنه جاش عوض میکنه ادیتاش بهتر شده امروز ویدیوی اولش نامبر شد آقا تبریک میگم <تص> 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 ویدیو نامبر شد امین ادیت کرده دیدم. بودی خب آقا بگو ببینم یه سری موضوع الان میخونه بعد ما کلا 14 دقیقه حرف میزنیم الان یه دقیقهش گذشته درسته نه دیگه بابا 30 ثانیه خب آخ رو بخونیم کدوم باحال بریم توش آقا من سه تاشو میخونم یه کدوم انتخاب میکنیم میریم براش افزایش جمعیت کره زمین به نفع کره زمین یا به ضرر کره زمینه خب باید زندگی رو جدی گرفت یا نه یلکانه و شوخ برد جلو ده تا از بهترین و ده تا از بدترین اخلاقای سوهیل رو ریویو میکن اونی که از من نبا بپرسید از یکی دیگه, دیگه بپرسید من چونم اخلاق بدم چیه از نظر خودت اینه که میدم اینجا کار بگیرن از این سال ازش میپرسن میگه اخلاق بعدام اینه که اجازه میدم همه به من زیادی زور بگن حرف همه رو گوش میکنم میخوام همه رو خوشحال نگردارم اینا ضعفای منه منم همونطوری هم. اینا شخصیت های منه که داری <laughs> تو که واقعا مامواد اسم تو گوشن امین اصلا نمیدونم چی فکر میکردن <applause> <applause> یعنی بعد از تو اسم امین برای من از بین رفت هر کی میدونم امین میگم صح 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 صح. فقط خوشحال هستم <applause> که تو تیم منی یعنی خدا نکنه <applause> وقت امین با کسی بچه من من دوستت دارم خواستم اینو بگم اینجا واسه دنیا بدون بعدا نگید نگفتی با ترس دوستت دارم و یعنی دارم میگم ولی با من کسی همه خوشحال باشید با من خب آقا واسه موضوع موضوع سوم نه موضوع اول چی بود یا اونو بگو افضایش جمعیت زمین خوبه یا نه من دومی دو رو میخوام انجام بدیم اونی که آدم زندگی رو بوم کلک بکنه یا اینکه درست زندگی بکنه به نظر من چیز باید بکنیم افزایش جمعیت رو فقط یه دونه چیز بهش کوچیک میزنم افزایش جمعیت واقعا برای دنیا خوب آبیسی بده به خاطر اینکه این همه آدم باید بالاخره بخورن دستشویی بکنن نمیدونم به سال واسه همین برای دنیا بده ولی واسه دیگه داره اتفاق میفته دیگه, دیگه کارش نمیتونی بکنی چون که به روز واکسن جلوی مریضی رو گرفته قضا و داره درست میشه ولی خب همونجا میبینی دیگه دنیا داره گرم میشه و این گرما امکان داره مثلا خیلی زندگی رو بدتر بکنه و سخت‌تر بکنه ولی در هر صورت به نظر من برای دنیا بده مخصوصا چون که انسان ها باشور نیستیم یعنی سعی نمی کنیم دنیا رو بهتر کنیم و خوب باشیم و اینا هر کی از گوی میخواد میخوره و بچا همه بی خیال میشن از هر چیزی که هست به خاطر همین به نظر من دنیا او من از این کارت دارم میخواست بزنم مثلا کارت وقتی دیل میکنیم کو کارت آخر خ... ام... برای دون... دنیا اینا آره جوکر هم داره yes, yes. با با. ایت بیاری با بیبی بی, بی. تموم دیگه نه ایت با بی بی چیه؟ یه ویدیو داشتم میدیدم دو تا کارت میذاشت جلوش دو کارت رو نگاه میکرد اون طرف هم دو تا کارت رو نگاه میکرد یه هشت رو یه بی بی اوورد گفت صد درصد وینم احتمالا چیز بوده شب بلکچک بوده نمیدونم چون تو بلکچک جیک... من, من خیلی بچه خوبی هم. بازم تو بلک هم خوب نیست میشه هیچ در نه هشت و هشت کوین که خیلی دست بدیه تو چیز تو پوکر نه ده جک بیاد خیلی دست خوبیه ولی معمولا همچین چیزی نمیاد حالا در صورت برای این یارو جمعیت زمین به نظر من بده ولی کارش نمیشه کرد و به نظر من خیلی خیلی موجودات رو زمین زندگی کردن و 99 درصد هر چی که تا حالا زندگی کرده منقرض شده واسه همین ما هم احتمالا جز اون 99 درصد خواهیم بود و از بین میریم و حداقل میتونم بگم که ما ک... من که حداقل یه نصفش رو حداقل رفتم حالا چه سال بقیه‌شو بتونیم بریم جلو رو نمیدونم ولی ما که نصفش رو رفتیم از اون برم یه دیدی تکنولوژی سیومون کرد یعنی چیزی اومد که خودش اف کنترل کرد و نمیدونم دیگه نمیفهمم که چی چی کی... قرار ما سیو کنه که ما رو سیف کنه واسه حالا این راجبه ولی بیا راجع اونی که حرف بزنیم که باحاله که آدم پرتغال کلک بکنه تو زندگیش یا چیز ببین راستش رو بگم دلم میخواد بگم که آدم باید فکر کنه و حواسش باشه و سیف کنه و اینا ولی من خودم پرتغال کلکی زندگی کردم و دوستایی هم که دور برم بود پرتغال کلکی بودن آنستی بگم خوب. همه اوکی خب ولی از نظر گروهی آن گروه ضعیفی هستیم یعنی گروهی هستیم که اکثریت جامعه قبولمون نداره یه خور خب اینو تاثیر میذاره دیگه توی زندگی آدم که مثلا نه خب الان تو توی بهترین خونه نشستی با حالا میگیم 5 میلیون دلار سرمایه واسط مهمه آیا کسی که تو خیابون میبینت بگه این دیوونه است مثلا داری بهترین زندگی تو میکنی خب نه ببین اونجوری آره برای مهمه خب برای هر کسی مهمه که آدمای دور چجوری فکر میکنن معروفیت یا محبوبیت بگم بهتره محبوبیت یه چیزی که انسان دوست داره و انسان ها دوست دارن محبوب باشن جلوی بقیه و وقتی میبینی نیستی به خاطر اینکه مثلا این کار انجام میدی یا اون کار انجام میدی مثلا سخته مثلا مثال واسه راحت میزنم دیروز رفتیم یا پیروز رفتیم رستوران دیروزم رفتیم رستوران دیروز با فقط رفتیم روز با هم بوده با هم دیگه رفتیم یه رستوران توی ماموکو با یه دوست یه دوست پس خوش پیدا کرد بعد آدمای خیلی حالا من نمیدونم کی هن. نمیتونم بگم آدمای خوبی هن یا بدیان. ولی چیزی که میدیدی خیلی آدم های متشخص و نمیدونم جیگیلی و به خود برس و اینا که من خوشم میاد بعد خب من ماموکو با این دختر کوچو دوست شد و شروع کردم با هم دیگه بازی کردن و خونه همدیگه رفتن از این بعد من مثلا وقتی میخواستم بیان اینو دنبال بچه من همون تایمی بود که میم مثلا گل رو آب بدم تو حیات وقتی داشتم میرفتم گل رو آب بدم معمولا نه معمولا هر به خودم دونه یه گل میبرم یه گل رو میسوزونم و یه گل آب میدم که خدا خوش بیاد ولی مثلا اونجا گل نبردم ها حالا این میتونه به هزاران جور دیگه باشه یه مثال خیلی شخصی بود مال دیروز بود گفتم بگم که فقط مثلا کسی شک کانکت کنه ولی مثلا راحت نیستم دیگه چون میگم الان یارو اگه بیاد ببینه من مثلا سه صبح گیم دارم بازی میکنم یارو براش غیر عادیه نمیتونه بفهمه اینو ولی من سه صبح گیم گذاشتم گوشی گذاشتم یه بچه 16 سال رو میکشم اونم میگه آی شات یو فرست یعنی من به تو تیر اول زدم چرا غیر عادیه تو زندگیت به اون درجه رسیدی که نیاز نیست مثل نه. اون آدم ساعت 6 صبح بلند شی برای تو تا ساعت 3 نصف شب تفریحتو بکنی گیم تو بزنی آره ولی میگم سوسایتی بلنشی... غیر عادیه سوسایتی غیر عادیه سوسایتی بلنشی... تصمیم میگیره که آدمی که بلند میشه گیم بازی میکنه اتفاقا حالا مثلا همین مثال تو من الان برعکسشو میگم میگم خودمو مثال میزنم مثلا اگر من ساعت 6 صبح بیدار نشم برم سر کار آخر ما نمیتونم با رفیقام برم بیرون برای مثال خب ولی تو الان تو زندگیت به درجه رسیدی که اصلا ماها کار نکنی سالها کار نکنی بازم زندگیت همون مدل میره جلو و هیچ فرقی برات نداره از نظر من تو آدم موفق تری نشون داده میشی میگم آ ببین طرفو یه جوری کار کرده که الان نیاز نداره بگیره سو مثلا شش بیدار میدونی چی میگم آره من منم مثلا این آیسان اسلامی رو نگاه میکنم صبح بلند میشه میرس ورزش میکنه اینا خدایی حسرت میخورم که مثلا من نشون ندارم بلندشم برم البته قراره از سپتامبر که بچه ها میرن مدرسه بریم ورزش رو سنگین شروع کنیم هر روز ببینیم چجوری اون پیش میره ولی کلا دارم میگم از بیرون شاید این چیزی که تو میگی درست باشه و مثلا به نظر بیاد که مثلا تو موفقی و این حرفا از تو هم من خودم از صمیم قلب خوشحالم خب ولی آدمی که مثل من باشه رو پیدا نمیکنم خب بعد این یه خورده چیزت میکنه یعنی مثلا من خیلی دوستم یه نفر سه صبح باشه با من بشینه گیم بزنه علی کر رفیقام نیست چون میگه نه مثلا من بعد این کارو کنم و اون کارو کنم ولی توی چیز توی مثلا آدمی کار نرمال باشه بری این کارو بکنی اون کارو بکنی یه خورده تو سوسایتی راحت تر قبولت میکنه مثلا هر کی منو میبینه اولین چیزی که از من میپرسه تو حالا مهمونی فلان چیکار میکنی این اصلا چیز انسانیته هر کی میونه یه سوال دارم تو برای اینکه بخوای مثل آدمای عادی باشی که اونا عادی نگات کنن و مثل خودت رو پیدا کنی نیاز داری که ساعت 6 صبح باید بری سر کار و تو حاضری که مثلا زندگی معمولی داشته باشی و مثل الانت نباشه و هر روز ساعت شیشه صبح بری سر کار به خاطر اینکه فقط الان که داری بهترین شکل زندگی میکنی آدمی مثل خودت رو پیدا نمیکنی نه نه, نه نمیگم دارم فقط میگم چه چیز چیزایش هم ایراد داره نه من هر روز همین انتخاب میکنم من تمام زندگیم تا حالا یک بارم تا حالا یه بارم فول تایم کار نکردم برای مثلا نمیدونم فول تایم کار کردن چه ریختیه خب برای خودم بیشتر از فول تایم کار کردم ولی برای, برای بیزنس یا کسی دیگه تا حالا فول تایم کار نکردم یعنی شاید مثلا هفته چند ساعت کار کرده باشم اینجا اونجا کار پیتزایی و نمیدونم لباس فروشی و از این جوجا ولی کار هیچ وقت درست واسه کسی انجام ندادم برای همین واقعا نمیدونم مثلا چیه فیلینگش ولی ندونسته و از این ور دارم نگاه میکنم آدم های دیگر رو چیزی که من دوست دارم اینه که این آزادی که من دارم و اصلا با هیچ چی من حاضر نیستم عوض کنم یعنی آره. بگم این آزادی که من دارم باور که مثلا وقتی که کسی که آقا من سال یه بار میرم چیز سالی من یه بار میرم مثلا مسافرت یا مثلا سالی دو هفته من آف دارم خب مثلا من نمی مغزم منفجر میشه از برده این بدتره واسه همین من میگم آقا کسی که میتونه پرتغال کلک انجام بده با زندگیش پرتغال کلک خیلی خوش میگذره و اگه خوشی برات مهم باشه یه سری براشون موفقیت مهمه یه سری آدما براشون تحصیلات مهمه یه سری آدما براشون تو دنیا چه تغییری بدن مهمه دیگه تو انتخاب کنی تو خ... کدوم از این آدمایی و به قول معروف با چیز خود بری جلو با استایل خود بری جلو من بگو راجع به این بحث قبلیت که میگفتی من یکی از دوستامو پیدا نمی کنم که سه صبح گیم بزنم و مطمئن باش که دوستات وقتی تکس میدی و بهت میگن نه نیستیم چون کار داریم باید همچین کاری و صبح بلنشم انجام بدم همچین چیزی تو مغز خودش داره میگه وای ببین من چی کار نکردم که سهل کرده و اون نیاز نداره سر شیش صبح بیدار شه و من باید برم سر کار خب هم حالا یه چیزی. انجام بدم. اگر موفق خیر می‌بینه. میفهمم من اصلا شکایت نمیکنم دارم میگم تنها میشی یه خورده بعد نمیدونم چه جوری بگم بعد رفیقات که اون یه هفته ای که باهات رو با تو نمیگذرونن چون میگن اینکه همیشه داره میچرخه بریم با یه نفر دیگه که نمیتونه مثلا نمیدونم چه جوری بگم یا شاید واسه من مثلا کار نمیکنه چون یارو میگه فقط از این تاریخ تا این تاریخ میتونم برم من میگم خب من نمیخوام نمی دقیقاً اون تاریخ برم مثلا ولی این حالت شکایت نیستش این حالت اینه که دارم میگم که مثلا یه سری چیزام اینور هست مثلا تو میگی می تو تو, تو بهترین خونه نشه. شستی. خب بهترین خونه از چش کی میدونی شاید مثلا به نظر من بهترین خونه نیست شاید مثلا من چشم هر روز تو بلند میشم به خونه همسایه‌ام که مثلا 3 میلیون نگاه میکنم ولی حالا تو حقیقتی نیستا من کسی هم که من خونم من قبل از اینجا باشم توی خونه بودم که اونم مال خودم بود ولی یه خوابه است منظورم این خیلی کوچیک تره وحشتناک کوچیک تره و من تو اون خونه خوشحال تر بودم و وقتی که خواستیم بیایم اینجا من از خانومم خواهش کردم که میشه همینجا بمونیم میگفت دو تا بچه داریم با دو تا بچه میخواد تو خونه یه خوابه میگفتم من اینو دوستم هم که همه تو هم میلولیم و اینا خیلی خوبه و میخوام بگم که من از دنیا یاد گرفتم که راضی باشم حالا میفهمم خیلی میگن که تو از بچگی بابا مامان ازش خوب بودن همیشه تو جای خوب بودی اینو میفهمم خب کاملا میفهمم ولی دارم میگم اگرم نبودم با اون چیزی که داشتم راضی میشدم مثالش هم میشه که وقتی من تو ایران بودم من تو جای خوب شهر زندگی میکردم خونه بزرگ داشتیم نمیدونم همه چی من اومدم اینجا بچه اجارم سخت بود موقع پیدا کنیم فقط یه خونه یه خوابه تونستیم پیدا کنیم با خواهرم زندگی کردیم و من بعد تو سالن میخوابیدم بعد من چون بعد تو سالن میخوابیدم رفتم یه تختی خریده بودم که مبل بشه که بتونم بعد مانم گفتم خب تخت بخرم گفتم نه خونه بعد تمیز باشه وقت اگه مبل باشه چیز باشه زش میشه من میخوام مبل باشه که وقتی به سوال مبلش بکنم که خونه تمیز و مرتب باشه انگار خونه است شبا که دیگه هیچ نیستش من این تخت میکنم میخوابم و من این کارو هر روز کردم میفهمید خونه به هم ریخته بود هر روز رو اچ تختش میکردم تختش رو مبل میکردم و کسه دوستا مثلا می اومدن تعجب میکردن بچه‌ها میگفتن او oh, تو اینجا میخوابی ما فکر مثلا اتاقی که اون پشت مال تو یا مثلا دو تا اتاق اون پشت هست یه چیزی من گفتم نه اون اتاق مثلا مال خواهرمه من رو مبل میخوابم خب منی که تو ایران دو تا اتاق داشتم اتاق بازی با اتاق خودم دوستان می اومدن بهشون اتاق خودشون میدم شب بخوابم من اتاق خودم میخوابیدم صبح با هم جمع میشدیم بازی میکردیم اومدم توی تو یه جک تو سالن میخوابم تو فکر من شب ناراحت بودم و گریه میکردم نه من خوشحال و بگو خند و یادم یه شب ساعت دو اینا بود سرصدا شنیدم مثلا ساعت ده خوابیدم خواب بیدار شدم دیدم خواهرم سه چهار تا از دوستاش آورده اونجا بعد من بلند شدم باشون شروع گفتن خندیدن یه دونه شاد یه دونه بوتی بیارم باشون خوردم و حال کردم باشون بعد گفتم خوابیدم آبر مثلا اینجا باشم وای آبروم رفت بعد بلند شدم من دیدم من تو سالوم خوابم میدونی همه چی به این وسیله که تو چهجوری دنیا تو نگاه میکنی چهجوری شخصیتی هستی اگر آدم منفی و بدبینی باشی به بیشترینام برسی همیشه ناراحتی اگر آدم خوشبینی هم باشی و بتونی با همه چی خوش حال بشی و بگی من الان به معروف حالا میگن من سالمم و نمیدونم خانوادم زندن اگه بتونی با این واقعا خوشحال باشی تو تو هر جا میتونی خوشحال باشی واسه همین وقتی اینو به این برسی با کرکتر پرتغال کلکی میتونی خوشحال خوشبختم بشی الان من برای سوال آخر که جمعو ببندیم یه سوال میپرسم از نظر تو یک نفر که 20 سال آینده بخواد موفق تر باشه کدوم راهو ببره جلو سخت کار کردن یا کلک کردن کلک با کار یا نه فقط کار سنگی به من هیچ وقت نبود که واقعا شده بود من تولد خودم نرم ولی شاید یک سال یا دو سال که وحشیانه کار کردم یا مثلا روز تولدم کار داشتم که نرفتم میفهمی چی میگم ام... ولی شده به خاطر یکی دو سال وحشیانه کار کردم اونم به خاطر این بود که میخواستم زودتر به پول برسم میفهمید چی میگم کار منو احتیاج نداشت که من مثل سگ بدوم من داشتم واسه پول مثل سگ میدویدم چون میگفت اگه من با پرتغال کلکی برم جلو مثلا چه میدونم 6 سال طول میکشه به پول برسم اگه بدوم یه ساله به پول میرسم و من دویدم دو ساله طول کشید تا به پول پول شروع کنه اومدن تازه به پول نه. شروع کنه به اومدن یعنی من پولی که در درمیارم بیشتر از خرجم باشه و بتونم چیزای بهتر بخرم بعد دوباره بره بالا دوباره بره بالا بعد مثلا دیگه سال سوم چهارم دیگه وحشی پول درمیاردم مثلا روزی مثلا از دلار در میآوردم ولی هیچ وقت خوشحالتر نشدم نمیدونم چه بگم یعنی مثلا اگر میرفتم میدون کفش نو می خریدم خیلی خوشحال می شدم ولی اگر کفش نو هم نمی ناراحت اینکه که کفش نو نخریدم نبودم میگم چه بگم میفهمی چی میگم مثلا تو اگه بری یه دونه شهر بازی بازی کنی بهت خوش میگذره ولی هر روز صبح بلند نمیشی میگی شهر بازی نیستم اگه رفتی رفتی دیگه تو لایف مثلا من تا آخر عمرم دیگه شهر بازی نرم ولی اگه مثلا 5 سال مثلا ما رفتیم دیزنی لند اونم مثلا بابا میاد تا اینم سر اوکی ما یه چیزام سر ما رو به چرخونه میخندم جیغم میزنم خوشم میذارم اینم هم یه همچین حالتیه من همیشه خوشحال بودم وقتی به پول بیشتر رسیدم خوشحالی های بیشتر برای درست کردم حالا من اگه شنبه پول داشتم، من میکفش هزار دلاری بخرم میرفتم میخریدم خوشحال میشدم اگه پول نداشتم با دوستان میرفتم بغل آب پا میکردم توی رودخونه خوشحال میشدم میفهمی چی میگم آره واسه همین بس همی بست... در هر صورت خوشحالی ها رو داری آره خوشحالی ها رو دارم و دستگی بستگی به تو داره که با زندگی چیکار میتونی بکنی اگه تو مثلا یه جا میخوای خب مثلا زودتر به موفقیت برسی خب نمیتونی دیگه پرتغال بیاری. ولی اگه پرتغال باز کلک در بیاری یا کار کنی در نمیشه موفق نشی فقط طولانی تر موفق میشی مگر اینکه چیزی که داری میکنی به وقت لازم داشته باشه یه چیزی که داری میاری مثلا نفر اولی که میاریش تو مارکت خیلی مهم باید باشه و تو مثلا تو مثلا همون کار من خب من خیلی مهم بود که اون تر کار کنم چون اون موقع هر یه روز داشت یه نفر جدید اضافه میشد آنلاین بفروشه هر کسی از هر جای دنیا میتونست بیاد تو وبسایت بفروشه به خاطر همین من هر زودتر میتونستم خودمو قوی کنم بیشتر طول میکشید تا بخوام عقب یه کسی منو بزنه زمین برای همین من اون موقع مجبور بودم میگم تولد خودم هم نرم یه بار به اینکه برسم به کار ولی بعد از اون همیشه داشتم پرتغال کلکی کار میکردم چون که میگم آدم باید خوشحال باشه الان که بزرگ شدم میگم کاش بیشتر کار میکردم یعنی کمتر پرتغال بازی در آوردم که الان بتونم بیشتر ام... که بریزم بیشتر حال کنم مثلا الان من دوست داشتم بگم میرم رستوران پول همه رو بدم ولی ندارم همچین پولی که این کارا رو بکنم میفهمید دوست داشتم مثلا هر دفعه که میرم رستوران هر کی تو استون میدم دوست اگر اون موقع بیشتر کار کرده بودم الان میتونستم این کارا رو بکنم من اگر اون موقع مثل سگ کار میکردم مثلا اینجا بهت بگم این واقعیته من اگر اون موقع میشستم مثل سگ کار میکردم حتما 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 الان صد میلیون دلار پول داشتم 100 صد درصد یعنی در. مولا در ارزش نمیدادم بهت میگم شاید بیشتر چون حد میزنم که وقتی به سی میلیون دلار میرسیدم میرفتم یه 10 تا کار جدید شروع میکردم ها میرفتم یه دونه دیلرشی میخریدم یه ساختمون میخریدم اجاره میدادم یه مال میخریدم یعنی مطمئنم من دارم میگم اگر هیچ کار دیگه نمیکردم فقط تو کار خودم فوکس میکردم میرفتم جلو الان صد میلیون دلار پول داشتم من عشق دنیا رو کردم الانم زیر 10 میلیون دارم میدونی یعنی اینو تو باید مقایسه کنی چون من میدونستم با یه خورده هم میتونم خوشحال بشم من همیشه مثلا بچه که بودیم یارو میرفتیم خونهش مثلا خونهش منفجر میشد دیگه معلوم بود چقدر یارو پول داره بعد ساعت نه میگفت من بعد بخوام شرمنده بعد خانم شما برو عزیزم همه میدونن و اون میرفت میخوابید من مثلا بقیه تا ساعت 2 داشتم پارتی میکردم و من این اصلا مغزم درد میگیره گفتم این یارو پارتی تو خونهشو میس میکنه که فرا بره سر کار وقتی انقدر داری خب باسی پت... میدونید من نمیفهمم منطق کار کردن چیه تو کار میکنی که تو زندگیت خوشحال باشی تو اگه خوشحالی و فقط احتیاج داری که سخت سرت باشه و بخوری دیگه واسه چی احتیاج داری بعد از اینکه به این رسیدی یه جای برسی که تو اکثر آدما توی آدمای موفق یه جای تو زندگیشون به اینجا میرسن که همون حرفی که تو زدی تا آخر عمرشون میتونن بخورن و بخوابن خب من باور میکنم که وقتی تو به این لول میرسی دیگه باید بخوری و بخوابی و واسه عشق کار کنی مثلا میگم آ من به خاطر یه داستانی که اینجا میبینم یه... توی کانال مشکلی که هست وسایل خونه درست حسابی نداریم با کلاس نیست یا یه سری آدم به, به نظر من جواد دارن الان لغت جدید جواد شده اوبی بله بله اوکی الان یه سری آدم اوبی دارن جنس وارد میکنن اینجا با یه سری کمپانی گنده کمپانی گنده ها که اصلا خر نمیفهمه حالا من نمیدم. سفید پوست ها ها نمیدونم این سفید پوستا بی سلیقه چی نمیدونم میگن زشت ترین چیزو وارد میکنن واقعا میری مغازه خب چرا من که خودم دودم تو چین دیدم چیا هست چرا اینو آوردی کدوم حمالی رفته بین اون 20 سنتری این آشغال انتخاب کرده وقتی قیمتشون هم یکیه خب بعد من به این که آقا توی کانادا یه همچین مشکلی هست که کمبودی هست که آقا یه نفر بیاد وسایل خوب بیاد. یا مبل هست مثلا هفتاد هزار دلار بعد میگی چرا دادا چوبه و پش چه چه اتفاقی داره میفته که این هفتاد هزار دلاره چون خوشگله یا اون مبل میگم سه هزار دلاره زشته اصلا زشت 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 حالا مبل من رو ببینید یک از یکی زشته کیفیت در به خوش میشینی جمع میشه اصلا نمیدونی چقدر بعد این سه هزار دلاره بعد مبل فلان فلان از این بخواد خوشگل تر بخو بالتاش کنی یهو میره قیمت میره بالا مثلا 15000 دلار یا 5 برابر میشه بعد اون ما 15000 دلاریه تو چین 300 دلاره من الان چون خودم میخواستم موبل بخرم وسیله بخرم به مشکل خوردم و دیدم منطق اینجا خور غیر عادیه میگم چرا ما وسیله خشک خشک نداریم به قیمت مناسب امروز دارم اینم با یه نفر صحبت کنم راجع به همین که بیاد آقا اون پول بذاره من کاراشو بکنم یه مغازه وسیله فروشی بزنیم جنس بیاریم توش پر کنیم جنس خشک و با کلاس مردمم میان بخرن بعد من شانسی که دارم خواهرم و مامانم خیلی خوش وحشتناک من بی اونا به از اونا استفاده کنم اونا نظر بدن من عکس میارم اونا نظر میدن من سفارش میدم جنس میاد اینجا انبار میکنیم میفروشیمش بعد خوبیش نمینه که چون گنده است آنلاین نمیتونه باد کامپیت کنه چون شیپینگش مکسنس نمیکنه برای همین تو کلی وسایل تو میتونی بفروشی چون چیزای خوشگله با کلاس هم. خب من الان این کار دارم به خاطر یه احتیاج و به خاطر عشق میکنم شانسی که این کار موفق باشه خیلی زیاده و شانسی که این کار به ضربه زمین بخوره صفره میدونی چرا چون تو هیچ سناریویی نیست که من نتونم اون مبلو 300 دلار تو کانادا بفروشم آره دیگه دلار نه بگو 600 دلار بگو 300 دلار دو اصلا تو بعد تنسیونه که آقا پولو میتونم پس بگیرم پس وقتی میرم برم پیش یه نفر بگم آقا اینوستور بیا با من اینوست بکن یارو میگه خب تو حقوق میخوای میگم نه پس یارو میفهمه که من الان داره با سه ما طول بکشه ما پول در بیاریم یارو الکی پولش داره نمیسوزه من دنبال این کار نیستم که الان مثلا شروع احتیاج ندارم که این پولا رو در بیارم بخورنش خیلی ریلکسم ما اول که 10 تا در آوردیم پولا رو بکشیم بیرون یا بیشتر جنس بیاریم خب من میگم بیشتر جنس بیاریم خب اون اینوستر حال میکنه وقتی نمیشنوه میگه پول بکشیم بیرون میدونی من الان دوستم اینجوری کار کنم خب آقایون عزیز ببخشید سرتون درد آوردین دوباره در هر جو هستیم امیدوارم خوشحال باشین و بهترین تصمیمات خودتون بگیرین چون میگم هر آدمی با هر آدمی فرق داره واقعا یه دستور نمی نیست که تو بریزی و همه کار کنه یکی نمیتونه پرتغال بازی در بیاره یکی فقط میتونه یکی بعد اون فقط میتونه دیگه خودتونم حکی و خوشو بشناسید دیگه قربونتون برم طرف من امین جاکس